سرخط خبرها. حمله خونین انتحاری در روز نخست سال جدید در کابل. در این حمله 29 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. بیست متره دور بودن که انفجار این انفجارش از کلان ها که شکا زیاد بودی جه. ما جوابگو هستیم. هر کسی که غفلت کرده باشه به قانون سپرده میشه. تجلیل سال نو و جشن باستانی نوروز طی مراسم های در کابل، مزار و ولایات دیگر. و تأکید رئیس جمهور غنی با انجام کارهای بزرگ در سال 1397. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر به بسته خبری ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز اول عمل سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 21 مارس سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. در یک حمله انتحاری در سرک پوهنتون کابل 29 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی میگویند که مهاجم انتحاری پیاده بوده و واسکت انتحاری امراهش را در میان مردم منفجر کرده است. قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هستند که به طرف زیارت سخی روان بودند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پایتخت نشینان نخستین روز سال را با حمله خونین انتحاری آغاز کردند. حمله ای که سرور و خوشی سال نو را به ده‌ها خانواده به غم و اندوه تبدیل کرد. هرچند کابلیان هر از گاه شاهد حملات خونین انتحاری و انفجاری بودند، اما امروز تعداد از پایتخت نشینان می‌خواستند که نخستین سال نو را دور از خشونت و کشتار سپری کنند که هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتند. بیست متره دور بودن که انفجار این انفجارش از کلان ها که شکا زیاد بودی جه. کسایی که بچه های سری ساتی روی سرک میکردن زن طایفه یا کل زیاد بوده شکا دختر زیاد بودی جه. ما دیدم شد بایل توتای گوش شد مدید دیدم دیجا بشیم انفجار شد. ما بیخی از عزیز خدا داده بودم. دیدن دیگه اگر 30-40 نفر بود دیگه چقدر در را و را میگشتن و چقدر از این طرف میامدن چقدر از این طرف این انتحاری در مامن جزیا در مامن جزیا خود انتحار انفجار کرده. پلیسی که با دو مرمی در جیبش هست، حق انداخت نداره، حق اکمالات نداره، پلیس چه مقصره؟ حکومت؟ مسئولان امنیتی میگویند که مهاجم این رویداد پیاده بوده و قصد رفتن به کارت سخی را داشت که در مسیر راه در میان افراد ملکی واسکت انتحاری همراهش را منفجر کرده است. سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است در این رویداد 29 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. ما جوابگو هستیم در مقابل مردم افغانستان. ما جوابگو هستیم در برابر مردم کابل خود. ما از امی کابل هستیم. ما از مردم خیستیم. ما از مردم کابل هستیم. برادر عزیز، ما جوابگو هستیم. هر کسی که غفلت کرده باشه به قانون سپرده میشه. شمار شهروندان کشور در اینجا گرد آمده بودند تا از سال نو تجلیل بکنند. با وجود تدابیر شدید امنیتی، انتحار کننده خود را تا اینجا میرساند و میان مردم انفجار میدهد. گفته میشود تمامی قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. این حمله انتحاری در پیشروی شفاخانه علی آباد رخ داده است. بیشتر جان باختگان و زخمیان این رویداد نیز به این شفاخانه انتقال داده شده است. تنها 24 کشته و 27 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده است. رئیس شفاخانه علی آباد وضعیت تعداد از زخمیان را وخیم گفته است. بسیاری از زخمیان رویداد امروز در شفاخانه علی آباد انتقال داده شده. با گفته دکتران این شفاخانه وضعیت تعداد از زخمیان این رویداد وخیم گفته شده است. حدود 24 شهید فعلا در داخل شفاخانه موجود است و حدود 27 زخمی موجود است. تیم جراحی هم در داخل شفاخانه تمام هم فعال هستند و عملیات خانه مصروف عملیات جراحی مریضا هستند
در جمله چند طفل است. دولت راضی نیست، فامیلی امنیت گرفته نمیتونه، مردم تمام روز در خون است. فامیلی اینمی حالا گفت که 4 نفر مرده، من خودم به دیده خود دیدم که از 50 نفرم زیاد بوده زخمی و مرده. در همین حال رئیس جمهور غنی این حمله انتحاری را جنایت ضد بشری دانسته و آن را محکوم کرده است. آقای غنی در پیام تاکید کرده است که اقدامات و جنایات هراس افغانی نمیتواند مانع خوشی و سرور، تحصیل، فعالیت‌های روزانه و مناسبت‌های ملی و مذهبی مردم شود. در همین حال استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در پیام این حمله انتحاری را به شدت محکوم کرده و برای شهدای این رویداد بهشت برین و برای زخمیان این رویداد شفای عاجل از خداوند استدعا کرده است. این حمله انتحاری در حالی به وقوع پیوست که مسئولان امنیتی در روزهای گذشته از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای مراسم های جشن نوروز خبر داده بودند. کابل در ماه‌های اخیر شاهد حملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است، حملاتی که بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد کرده است. از جشن باستانی نوروز و سال نو هجری خورشیدی در سراسر کشور به ویژه در شهرهای مزار شریف و کابل تجلیل شد. شهروندان کشور با برافراشتن جهنده سخی در شهرهای مزار شریف و کابل و برخی ولایت دیگر از جشن باستانی نوروز و سال نو هجری خورشیدی تجلیل کردند. شهروندان کشور نیز با رفتن به پارک های تفریحی از این روز تجلیل کردند و آرزوی صلح و آرامش در کشور را کردند. تجلیل از سال نو هجری خورشیدی و جشن باستانی نوروز در سراسر کشور. از این روز طی مراسم های در ولایات مختلف تجلیل شد. در مراسمی که در زیارتگاه حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف برگزار شده بود، شهروندان کشور با برافراشتن جهنده سخی از اولین روز سال نو و جشن نوروز تجلیل کردند. پایتخت نشینان نیز با برافراشتن جهنده سخی در کارت سخی شهر کابل از سال نو و جشن باستانی نوروز تجلیل کردند. در این مراسم پیام استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح به خوانش گرفته شد. استاد محمد کریم خلیلی در پیام خود سال نو هجری خورشیدی را سال صلح، آرامی و همدیگر پذیری برای مردم آرزو کرده است. استاد خلیلی سال جاری را سال سرنوشت‌ساز برای روند صلح در افغانستان دانسته و ابراز امیدواری کرده با همکاری و حمایت دوستان منطقوی و بین المللی و حمایت حکومت افغانستان مذاکرات با مخالفان را به جای خوب برسد. سال جاری سال سرنوشت‌ساز برای روند صلح در افغانستان است. امیدوارم ما بتوانیم با همکاری و حمایت دوستان منطقوی و بین المللی خیش و حمایت حکومت افغانستان مذاکرات با مخالفین را به جای خوبی برسانیم. من به مردم افغانستان اطمینان میدهم که عزم و اراده ما برای تحقق صلح جدی و خلل‌ناپذیر است. در این پیام آمده است که شورای عالی صلح برای ایجاد اجماع ملی در جهت حمایت از صلح گام‌های مهم را برداشته و امید است که مردم با استفاده از فرصت‌های بی‌نظیر پیش آمده شاهد برآورده شدن تأمین صلح و ختم جنگ در کشور باشند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در این پیام خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی به شکل شفاف در سال جاری، تطبیق پروژه های انکشافی به شکل متوازن در ولایات، کاهش فقر، ایجاد شغل و رعایت اصل شایسته سالاری در تقرری های دولتی نیز شده است. در این مراسم معین ارشد امنیتی وزارت داخله از اتخاذ تدابیر امنیتی در سال جاری خبر داد. والی کابل نیز در مورد برنامه هایش صحبت کرد. نیروهای امنیتی و دفاعیشان به خاطر دفاع از افغانستان آماده هر نوع تلاش و قربانی خواهد شد. جاهای مبارک ما، مبارک وطن ما، جای خشونت و خشم و کینه موضعی نباشد. امید است صلح که خواست بیگانه مردم افغانستان در سرزمین ما ایجاد شد.
از سوی هم شهروندان کشور نیز با رفتن به پارک‌های تفریحی از این روز تجلیل کردند و آرزوی صلح و آرامش در کشور کردند. امیدوار هستم که همه قسم که جنده مولا حلی بلند شد، سالم به بسیار خوبی و صلح و صفا و آرامش و امنیت خوب تامین شود. خدا کنه که تمام مردم ما همی سال پر برکت به یک فضای صلح آرامش و خوشی آغاز کنه. رئیس جمهور محترم افغانستان خواهان هستیم که در عرصه کارهای امنیتی تلاش های خود را بیشتر نمایند. در سالی که گذشت شهروندان کشور در بخش های مختلف شاهد مشکلات و چالش های گوناگونی از حمله وقوع حملات خونین انتحاری و انفجاری بودند. رئیس جمهور غنی میگوید که در سال جدید خورشیدی حکومت کارهای بزرگ را انجام خواهد داد و امید است که موجب رفاه، صلح و پیشرفت در کشور شود. محمد اشرف غنی در پیام سال نو و جشن نوروز، برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده را یکی از وظایف مهمش عنوان کرد. از سوی هموی تاکید کرد که جنگ را حل نیست و هر کس خوان ادامه جنگ است، در واقع در مقابل اراده ملت قرار گرفته است. الله الرحمن الرحیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در پیام سال نو و جشن باستانی نوروز گفت که حکومت وحدت ملی در سال 1397 هجری خورشیدی کارهای بزرگ را پیش رو دارد. رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرد که مردم در سال پیش رو شاهد رفاه، صلح، اصلاحات و پیشرفت همه جانبه باشند. آقای غنی برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده را یکی از وظایف مهمش در آغاز سال جاری عنوان کرد. آخری جلسه سال 1396 سر یکی از مهمترین وظایف سال 1397 گرفته و او دایر شدن انتخابات شفاف و مسئولانه در تمام کشور برای شورای ملی و همچنین آمادگی همه جانبه بر انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398. محمد اشرف غنی با اشاره به گفتگوهای صلح گفت که در مورد تأمین صلح در کشور اجماع ملی و بین المللی وجود دارد و مردم افغانستان خواهان صلح بایزد و پایدار می باشند. وی تأکید کرد که جنگ راه حل نیست و هر کس خواهان جنگ است، در واقع در مقابل اراده ملت قرار گرفته است. جنگ ده حل لاره نده، هر سوک سی به جنگ او جگلی تا دوام ورکی، اغبه دی ملت لقاطع اراده سر مخامخ گیگی. اما دام باید پا واضح توگه پا دی باند پوسو چی دی سوله پا بهیر که بزینی خندونه ای او خندونه باید دی باعث نسی چی مخبل مخه او هدف للاسه ورکو. آوردن اصلاحات در نهادهای ملکی و نظامی از دیگر موضوعات بود که رئیس جمهور غنی بر عمل شدن آن تأکید کرد. او گفت سال 1397 به نام معارف مسمى شده است و در این سال اصلاحات در بخش ملکی و نظامی تداوم خواهد یافت. اصلاحات قوای امنیتی و دفاعی ما به صورت خوب روان است. در سال 1397 انشالله ثمره های زیاد از ایره و نتایج را خود دیدیم و همچنین در بخش ملکی اداره روز بر روز شفافتر خواهد شد. اداره روز بر روز به اساس رقابت واضح و شفاف از رای کمیسیون اصلاحات اداری صورت خواهد گرفت و هر افغان باید اطمینان از این داشته باشه که به اساس کفایت خود انشالله تعالی در دولت سهم خواهد گرفت. محمد اشرف غنی همچنان و مناسبت سال نو هجری خورشیدی یک اصل نهال را در صحن ارگ ریاست جمهوری غرس کرد. از سال نو هجری خورشیدی و جشن باستانی نوروز طی مراسم های در برخی ولایت دیگر از جمله در ولایت هرات نیز تجلیل شد. باشندگان ولایت مختلف با برگزاری مراسم های گوناگون و رفتن به پارک های تفریحی از سال نو هجری خورشیدی تجلیل کردند. باشندگان هرات در آغاز سال نو از مخالفان مسلح دولت می خواهند تا سلاح هایشان را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند.
جشن و پایکوبی به خاطر تجلیل از سال 1397. شماری از باشنده های هرات به خاطر تجلیل از سال نو اینجا جمع شدند و میخواهند سال نو را با امید صلح و آرامش آغاز کنند. برخلاف اون چیزی که همه رسانه ها میگن نسبت به افغانستان که خیلی ناامنه، خیلی شرایط بسته است، من تا الان یه همچین چیزی ندیدم و خیلی حس خوبی دارم از اینکه اینجا حضور دارم. امیدوارم که بقیه سفرم هم همینطور خوب پیش بره. آرزوی باشندگان هرات تأمین صلح و امنیت در کشور است. اینان از گروه های هراس افغان می خواهند تا سلاحهایشان را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند. از نیروهای امنیتی هم می خواهند تا امنیت این ولایت را به گونه ویژه تأمین کنند. تقاضا می کنم و دعوت می کنم که در کنار حکومت و مردم خود استاده بشن و از مردم خود و از حکومت خود و از سرزمین خود حمایت بکنن، استادگی بکنن و در مقابل دشمنان بیگانه برزمن و بجنگن. خلف مسلح یا برادران ناراضی که حکومت میگه، از اونا خواهش میکنم، عذر میکنم، حاضرم دسبوس نباشم، بیایم انشالله روی بیارم به صلح. آیه قرآن و صلح خیر، صلح بهترینه. جشن هایی گرفته بشه که این نشان بده که ما مردم افغانستان هم باز هم از عنانات و رسوم گذشتگان خود تقدیر میکنه با گرفتن این جشن ها و بر علاوه از او به طبیعت خوش آمدید میگه. در کنار این جشن نمایشگاه تولیدات رستایی زنان هم به نمایش گذاشته شد. مسئولان اداره محلی هرات میگویند که امسال خواستند تا از سال نو و گونه ویژه تجلیل کنند. به پیشنهاد وزارت اطلاعات فرهنگ و با حکم ریاست جمهوری جشن باستانی نوروز به صورت رسمی و دولتی از امسال برپا شد. تا تاریخ 10 حمل مردم به میله ها میرن و در جاهایی که محلاتی که تفریحگاه هستند و مردم میرن و تمام بخشای امنیتی خود که چه ولسوالی هست چه و چه در داخل شهر هستن پلانای ترابیری امنیتی مشخص ترتیب نمودیم و برای مردم اطمینان میتیم انشاءالله که پلیس در خدمت تان است. باشندگان سایر ولایات نیز با برگزاری مراسم های گوناگون و رفتن به پارک های تفریحی از سال نو هجری خورشیدی تجلیل کردند. آتا محمد نور والی مصطفی بلخ میگوید که حزب جمعیت اسلامی با حکومت بر سر خواسته های این حزب به توافق رسیده است. او در مراسم تجلیل از جشن نوروز در شهر مزار شریف گفت که به زودی توافقنامه این حزب با حکومت وحدت ملی اعلام خواهد شد. عطا محمد نور والی مصطفی بلخ امروز در مراسم تجلیل از جشن نوروز در شهر مزار شریف از توافق حزب جمعیت اسلامی با حکومت وحدت ملی خبر داد. عطا محمد نور میگوید اختلافات میان ارگ و جمعیت روی کرسی ولایت بلخ پایان یافته و دو جانب به توافق دست یافتند. او افزود که جزئیات این توافق به زودی با مردم شریک خواهد شد. چندین دور مذاکرات نفسگیر میان هر دو طرف سپری و روی خواستهای جمعیت اسلامی و متحدین آن بحث صورت گرفت و در اکثر موارد آن توافق به عمل آمده است. قرار است عنقریب تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی با جمعیت اسلامی اعلام و مطابق به جدول زمان بندی شده به پیش برویم. عطا محمد نور در مورد توافقاتی که میان حکومت و حزب جمعیت صورت گرفته است جزئیات نداد، اما گفت که سه تن را به حیث والی بلخ به حکومت پیشنهاد کرده و قرار است یکی آن به حیث والی بلخ انتخاب شود. او همچنین از تصمیم رئیس جمهور به ادامه گفتگو قدردانی کرد و از او خواست که به منظور گسترش و تقویت پایه‌های نظام مشکل معاون اول ریاست جمهوری را نیز حل کند. و امیدوارم که با این روی کرده تازه آرامش بیشتر نصیب مردم ما گردد و بتوانیم بیشتر از گذشته با سر و سامان دادن امور سیاسی برای انتخابات پیش رو تلاش و کار نماییم. جنجال بین حزب جمعیت و حکومت پس از آن آغاز شد که حکومت استعفای عطا محمد نور را از سمت ولایت بلخ منظور کرد. عطا محمد نور در آغاز منظوری استعفایش را قبول نداشت، اما حالا پس از چند جنجال و گفتگو در مورد کنار رفتنش از مقام ولایت بلخ با حکومت به تفاهم رسیده است.
جلسه به منظور بس روی آمادگی های کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شب گذشته در ارگ برگزار شد. در خبرنامه ارگ آمده است که رئیس کمیسیون انتخابات در این جلسه در خصوص پیشرفت ها و آمادگی آن نهاد برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی صحبت کرد و اطمینان داد که انتخابات در زمان معین آن برگزار خواهد شد. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور کشور بر استقلالیت کمیسیون انتخابات تاکید کرده گفت که به هیچ کس فرصت مداخله در پروسه ملی انتخابات داده نمی شود و حکومت متحد به برگزاری انتخابات در زمان معین آن می باشد و نیز از روند مذکور حمایت همه جانبه می کند. ریاست امنیت ملی از جلوگیری حملات تهاجمی مخالفان مسلح در ولایت بلخ خبر می‌دهد. در خبرنامه این ریاست آمده است که عراس افکنان به منظور مختل کردن جشن عنعنوی نوروز در شهر مزار شریف مقدار زیاد سلاح، مهمات و مواد انفجاریه را در قریه شرابات ولسوالی دهداد ولایت بلخ در مخفیگاه جابجا نموده بودند که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی طی عملیات بالای مخفیگاه آنها سلاح و مهمات و مواد انفجاریه را به دست آوردند. در این خبرنامه همچنان آمده است که طی اقدام دیگر یک اراده موتر کورولای شخصی که 3 میل سلاح کلاشنکوف به طور ماهرانه در آن جابجا گردیده بود و ایراس افکنان قصد انتقالشان را به منظور حملات تهاجمی و مختل سازی میله عنعنوی نوروز به شهر مزار شریف داشتن از مربوطات ولسوالی بلخ کشف و به دست آمد. نیروهای نظم آمد طی مراسم از چوکات وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی انتقال یافت. رئیس جمهور غنی در این مراسم گفت که با انتقال نیروهای نظم آمد از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی اهمیت وزارت داخله بیشتر شده، چرا که به گفته وی آن وزارت از وظیفه اصلی خود که انفاذ قانون بود عقب مانده بود. رئیس جمهور غنی حفاظت از نیروهای پلیس را وجیبه ملی هر فرد کشور عنوان کرد و گفت که نباید از تغییر و تبدیل نیروهای نظامی تعبیر نادرست صورت گیرد. آقای غنی هدف از انتقال نیروهای نظم عامه را به وزارت دفاع ایجاد فرماندهی واحد نیروها عنوان کرده گفت تا زمانی که فرماندهی واحد وجود نداشته باشد نیروهای نظامی به هدف خود رسیدن نمی‌توانند. در خارج از کشور بیش از 70 غیرنظامی در جریان حملات هوایی نیروهای اسد به حومه دمشق و حمله موشکی شورشیان به یک بازار در اطراف پایتخت سوریه جانهایشان را از دست دادند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند شورشیان مخالف بشار اسد به بازار شروقه در منطقه جرمانا حمله کردند. جرمانا در ریف دمشق حومه پایتخت قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها دست کم 35 تن در این حمله کشته شدند. حمله موشکی اندک پس از حملات هوایی نیروهای بشار اسد به غوطه شرقی رخ داده که گفته می شود دست کم 38 قربانی غیر نظامی به جا گذاشته است. حمله موشکی شورشیان به بازار جرمانا از مرگبارترین حملات شورشیان به منطقه در کنترل نیروهای اسد در پایتخت سوریه و اطراف آن به شمار می رود. ارتش اسرائیل بمباران راکتور اتمی سوریه در سال 2007 را تایید کرد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اسناد و مدارک حمله هوایی جنگنده های آن کشور به تاسیسات اتمی سوریه را منتشر کرد. بر پایه گزارش های منتشر شده این حملات هوایی 11 سال پیش در مجمع اتمی سوریه در نزدیکی دیر زور صورت گرفت. در گزارش ارتش اسرائیل تاکید شده که این تاسیسات با کمک کره شمالی در حال ساخت بود و عملیات بمباران تنها چند ماه پیش از آغاز بهره برداری از این راکتور اتمی انجام شد. وزیر دفاع اسرائیل همزمان با انتشار جزئیات این حمله هوایی گفت انگیزه برخی ها در سالهای اخیر قوی تر شده، اما در عین حال قدرت نیروهای دفاعی اسرائیل نیز بیشتر شده است. مظنون قتل چندین در
مظنون قتل چندین تن در تگزاس آمریکا بعد از عملیات پلیس کشته شد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که این مرد مظنون ظاهراً بعد از اینکه یک وسیله را منفجر ساخت در نزدیکی رسانه‌های آمریکایی می‌گوید که این مرد مظنون ظاهراً بعد از اینکه یک وسیله منفجر را در نزدیکی یک شورا منفجر ساخت کشته شده است. پلیس فدرال محل حادثه را بررسی می‌کند. انفجار 4 بسته در 2 هفته گذشته در شهر اوستین 2 نفر را کشت و 4 نفر دیگر را زخمی ساخت. بسته 5 در مرکز توزیع شرکت پستی دیروز منفجر شد و از اثر آن 1 تن زخمی شده است. تحقیقات از نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه برای 2 روز پی هم ادامه دارد. او متهم است که در مبارزات برای انتخابات سال 2007 از رژیم معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبیا پول دریافت کرده است. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که رئیس جمهور سابق نیکولاس سارکوزی که شب گذشته را در خانه خود سپری کرد، امروز به مرکز پلیس در پاریس برگشت تا پلیس ضد فساد اداری از وی تحقیق کند. مقامات فرانسوی تحقیق در این مورد در قضیه را در سال 2013 میلادی آغاز کردند. بازداشت نیکولاس سارکوزی از سوی پلیس در حال صورت گرفت که چند هفته پیش الکساندر جورای یکی از نزدیکان سارکوزی در لندن دستگیر و سپس به قید وثیقه آزاد شد. سارکوزی که میان سالهای 2007 تا 2012 میلادی رئیس جمهور فرانسه بود، بهره بردن از هر گونه کمک مالی غیرقانونی را رد کرده است. 23 دیپلمات روسی که دستور اخراجشان از بریتانیا صادر گردیده بود دیروز به مسکو رسیدند. بریتانیا در عکس‌العمل به مسمومیت یک جاسوس سابق روسی با گاز کشنده عصب دست به چنین اقدام زده است. این دیپلماتان روسی که صدراعظم ترزامی آن را جاسوس می‌گویند، 1 هفته به آنها وقت داده شده بود تا بریتانیا را ترک کند. سرگی اسکریپال و دخترش که در 4 ماه مارس در بالای یک دراچه که در شهر لسبورگ بیهوش شده بودند، در حالت وخیم صحی قرار دارند. بریتانیا گفت که این 2 نفر با گاز عصب که یک اسلحه نظامی پنداشته می شود مسموم ساخته شده و مسکو مسئول آن است، ادعایی که روسیه آن را رد می کند. و رئیس جمهور کره جنوبی میگوید احتمال اینکه مذاکرات 3 جانبه میان 2 کره و ایالات متحده صورت گیرد وجود دارد. او تاکید کرده است که چالش ناشی از سلاح‌های هسته‌ای در شبه جزیره کره باید به طور کامل برطرف شود. رئیس جمهور کره جنوبی در سئول گفته دیدار و مذاکرات احتمالی میان مقام‌های آمریکایی و کره شمالی از یک سو و دیدار مقام‌های سئول و پیونگیانگ از سوی دیگر واقعی تاریخی شمار می رود و گفته ای آقای مون این دیدارها می تواند زمینه ساز مذاکرات 3 جانبه شود. رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کرده است که موضوع خلأ سلاح اتمی در شبه جزیره کره باید به طور کامل حل و فصل شود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده بود که رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ دعوت کرده است که در دیدار با یک دیگر داشته باشند و رئیس جمهور آمریکا نیز این دعوت را پذیرفته است. در صورت انجام گفتگوی رو در رو بین آقای کیم و ترامپ، این نخستین بار خواهد بود که یکی از رؤسای جمهور ایالات متحده در زمانی که اداره دولت را در دست دارد با یکی از رهبران کره شمالی دیدار می کند. بینده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. وقت بخیر. خدا نگهدار.